نام خدا سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بیننده های عزیز تلویزیون جهانی زن وقتتان بخیر امید همیتان جور سعادتمند و سر حال باشین برنامه خودتان برنامه سلامتی روزمره هم آغاز شد امید که تا آخرین لحظات این برنامه با من فرشته خلیلی و دکتر صبغ قیس نکزاد همراه باشین و از داشته های برنامه ما معلومات های سیر شما عزیزان کسب بکنین دوستای عزیز موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم در رابطه با بدهضمی یا سوی هاضمه است شاید شما عزیزا بارها به این مشکل دچار شده باشین و در این برنامه هم ما در رابطه با این بحث می داشته باشیم که خود سوی هاضمه چی است کدام عوامل باعث از این میشه که پیش یک فرد بدهضمی یا سوی هاضمه پیدا شه و ما چگونه میتونیم تشخیص بکنیم و چگونه ما میتونیم را تداوی بکنیم و بعض از راه های حل که در این رابطه است ما میتونیم روش بحث بکنیم امروز و شما عزیزان هم برنامه را بیننده باشین و اگر در رابطه با موضوع برنامه سوالات داشتین میتونید باز به برنامه تماس بگیرین و دکتر صاحب هم همراه ما است دکتر صاحب سلام وقت خیلی ممنون بانو خلیلی سلام بر شما سلام بر تمام هموطنان عزیز در سر تا سر افغانستان بینندایی که همین اکنون سلامتی روزمره را از طریق دریچه تلویزیونی زن تماشا میکنن امیدوار هستم همه هموطنان خوب مزگزند روزگار در امان باشن با انرژی مثبت در سایه رحمت پروردگار به دور از وسوسه های نفس و شیطان زندگی مملو از خوشی و به دوری از مصائب سپری کنن چقدر یک جمله فلسفی خب امروز قسمی که بانو خلیلی اشاره داشتن در ماه مبارک و پرفیض رمضان ما میخواییم در مورد سوی هاضمه یا دسپپسیا یا سندروم بدهضمی یا سندروم سوی هاضمه در مورد ازی به صورت مفصل بحث داشته باشیم امیدوار هستم هموطنان ما تا آخر بحث برنامه را تعقیب کنن و از طریق دریچه های ارتباطی که شما میتونین به صورت مستقیم با ما ارتباط داشته باشین هر کدامش با نخلی شما روار برتون میگه و بعد از اون میپردازیم انشاءالله به ادامه بحث بنابراین توقع داریم که از ابتدا به خیر این تلویزیون اکایتون گرفته ریموت ها را دست نزده تا اینکه بفهمیم که هر کس تکلیف میده براخره در نهایت بفهمیم که بعض اوقات چی فاکتورها باعث میشه تا در نزد یک فرد سوی هضمی به وجود بیاد خب دوستای عزیز شماره تماس برنامه ما هم هست 0779-127-127 دوباره تکرار میکنم 0779-127-127 شما از زن میتونین تماس بگیرین به برنامه سهم داشته باشین و در رابطه با موضوع برنامه قسمی که در ابتدا گفتم در رابطه با بدهضمی یا سوی هاضمه است شما سوالاتتون با دکتر صاحب شریک بسازین مطرح بسازین و مشکلاتتون حل شود و زمانی که تماس میگیرین کوشش بکنین موقع درست رو انتخاب بکنین گپ تکراری دکتر صاحب که همیشه به دوستای عزیز میگیم که موقع درست اختیار بکنین تا اینکه صدا شما از زن به درستی بر ما وصل شوه و زمانی که تماستون وصل میشه به برنامه همیشه صدا رو از طریق تلفن هایتون بشنوین تا اینکه وقت برنامه هم تلف نشه و دیگه دوستان بتون دکتر صاحب که به برنامه تماس بگیرن خب بخیر شروع میکنیم سوالات برنامه را که خود سوی هاضمه یعنی چی خب من میخوام قبل از اینکه در مورد سوی هاضمه صحبت کنم اکثر افراد ببینین با لوح‌های مختلف پیش شما مراجعه می داشته باشن جملات را که اینا استفاده میکنن میگه دکتر صاحب به مجرد اینکه به طور مثال دوای معده را استفاده میکنم خوب هستم و به مجرد اینکه به طور مثال دوای معده یا میمپرازول و پانتوپرازول یا پاویار استفاده نکنم نان خوردن نمیتونم یا بعض اوقات به طور مثال بعض از افراد میگه دکتر صاحب به مجرد که به طور مثال یک دانه تابلت فلاجیل یا میترینرازول بخورم خوب هستم کمرو نگیرم به طور مثال خوب نیستم ناراحتی احساس میکنم اکثر افراد ببینی که به شکل متکرر به صورت از یک سر درد ها در قسمت شکم خود شکایت می داشته باشن و در پلی از بعض اوقات درد ممکن است با سایر دریافت های کلینیکی و مشکلات سیستم هاضمه همزمان و یک جا باشه بنابراین چه وقت ما اصطلاح سوی هاضمه که یک ترم عمومی است یک اصطلاح عمومی است و تحت عنوان از این ممکن است بیش از 6-7 مرض و بعض اوقات دو بیشتر از 10 مرض شامل شود سوی هاضمه یا بدهضمی یا به طور مثال اندایجشن یا دسپپسیا اصطلاحات الترناتیو یا مترادف هستند که چی مفهوم را ای بیان میکنه و چی مفهوم را ارائه میکنه میخوایم به جزئیات به بحث بپردازم حالا وقتی ما در مورد سوی هاضمه یا بدهضمی صحبت میکنیم هرگاه یک مریض به شکل حاد یا به شکل مزمن یا به شکل متکرر در قسمت شکم خود بخصوص در قسمت بالایی شکم خود که ناحیه را به نام ناحیه پیگاستریک میگن یا ناحیه به طور مثال قسمت بالایی بطن میگن در صورتی که در این قسمت از ناراحتی و یا درد شکایت داشته باشه و این درد از این توام با یک سری دریافت های دیگه کلینیکی سیستم هاضمه مثل دلبدی مثل استفراغات مثل به طور مثال جگرسوزی مثل سیری زودرس توام و یا همزمان باشه در این حالت است که ما میگیم پیش مریض بدهضمی و سوی هاضمه تحسس کرده یا در کل ناراحتی سیستم هاضمه در نزد یک مریض موجود هست
و اینکه هرگاه یک مریض از دردها به خصوص دردها در قسمت بالای شکم به مدت طولانی مدت تر از یک ماه شکایت داشته باشه اینا تحت عنوان سوی هاضمه مورد ارزیابی قرار می گیرن. سوی هاضمه ممکن است در سیر امراض مختلف در نزد یک فرد تحسس کنه و 7-8% افرادی که سنشان کاهل می باشن اکثرا از این مشکل رنج می برن و اکثر علت مراجعه مریضا را به معاینه خانه دکتر صیباد تشکیل می دهد. بنابراین هرگاه در قسمت بالایی شکم مریض در صورتی که درد محسوس شوه، ناراحتی محسوس شوه و این دردها توأم با دلبدی باشه، توأم با استفراغات باشه، توأم با مشکلات عسرت در بلع باشه، توأم با جگرسوزی باشه، توأم با ترش کردن عرق باشه، توأم با سیری زودرس باشه، بعض اوقات نفخ و باد پیش مریض موجود باشه، اینا همش تحت عنوان سندروم سوی هاضمه یا دیسپپسیا مورد ارزیابی قرار میگیره. یکی عوامل از چی هسته و چی رقم تداوی میشه و چی رقم منیجمنت میشه، همه از این موضوع اجندای برنامه امروز ما را تشکیل میده که به شما روار ان شاء الله سر صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب، خصوصا حالا که وقت است که ماه رمضان هست و خصوصا دوستای ما که مثلا افطار میکنن زود شاید اونا نان نوشجان میکنن، اوور فیدینگ حالا پس از دوستای اشاره میکنیم به اشاره میکنیم که به طور مثال اوور فیدینگ یا به طور مثال با سرعت سریع غذا گرفتن استفاده بیش از حد غذا دلبدی برشان پیدا میشه. دقیقاً این عادات غیر نرمال غذایی هست که ان شاء الله امروز پیرامون از این موضوع اشاره های خاطر ما داشتیم. بله دوستان عزیز، شماره تماس برنامه ما هست 0779-127-127. تماس بگیرید به برنامه و موضوع برنامه هم در رابطه با بدهضمی یا سوی هاضمه است و همچنان شماره همیشه فعال برنامه ما هم هست 0789-222-89. دوباره تکرار میکنم 0789-222-89. خب دکتر صاحب، کدام عوامل باعث از این میشه که پیش یک فرد سوی هاضمه یا بدهضمی پیدا شه؟ خب بانو خلیلی خوش شماره تماس را بیان کرد، ما را در غم انداخت، ولی من میخوایم بیان کنم به همکارای تکنیکی که در سگمنت دوم ان شاء الله تماس ها را میداشته باشیم. در اول میخوایم یک ذره موضوع را وضاحت بیشتر پیرامون شرایط کنیم. حالا بس وقتی که روی موضوع اتیولوژی یا سبب شناسی میشه و یا به عباره دیگه کدام فاکتورها باعث میشه تا در نهایت سوی هاضمه در نزد یک مریض تحسس کنه و در نزد یک مریض به وجود بیاید، ما میخوایم پیرامون از این بحث داشته باشیم. اولین فاکتور عدم تحمل یک سلسله غذاها و یک سلسله دواها است، یعنی فود اند دراگ اینتولرنس. مثلا یک مریض به مجردی که به طور مثال بسیار سریع غذا بگیره، از حالت نرمال زیاد غذا بگیره، افطار است به طور مثال افطار کرد، دیگه روزه گرفتی به این معنا نیست که نام خدا 6 غلیر به طور مثال نان آدمی ظرف 15 دقیقه لگت کنی. اوور فیدینگ یا گرفتن به طور مثال سریع و به سرعت زیاد غذا و غذا به طور مثال به حالت داغ بسیار، غذاهای سرخ شده، غذاهایی که به طور مثال اسپایسی یا بسیار زیاد در ترکیب خود مرچ و تندی و گپاویا می داشته باشن و سرعت سریع وقتی که گرفته شود، و یکی که به طور مثال ما صبح چای نمیخوریم، شاش نان به صورت درست نمیخوریم، شب یک دفعه بمباردمان و به طور مثال سر معده شروع میکنیم، اینا همش ممکن است در نهایت امر سوی هاضمه یا دیسپپسیا را در نزد یک مریض به وجود بیاره. بنابراین فاکتورهای غذایی همچنان مطرح هست. نقطه دوم را که من میخوایم بیان کنم، به صورت عموم گرفتن یک سلسله دواها به صورت طولانی مدت ممکن است سوی هاضمه را در سیر تداوی در نزد مریض به وجود بیاره. خصوصا دواهای بسیار عام شما دیده باشین که اکثر افراد در جامعه وجود داره که از مرض هایپرتنشن یا فرط فشار خون شکایت می داشته باشه. گروه مشخص از دواهایی که به خاطر کنترل فشار خون است، مثلا دواهای اس انهیبیتور، دواهای ای آر بی اس، اینا ممکن است در پلی که فشار خون کنترل میکنه من های سوارز جانبی پیش مریض سوی هاضمه را به وجود بیاره. دواهایی که به خاطر کنترل چربی خون استفاده میشه، مثلا نیاسین فایبریت، دواهایی که به خاطر کنترل شکر استفاده میشه، به خصوص متفورمین. متفورمین یکی از عمده ترین عوارض جانبیش عبارت از این است که ناراحتی سیستم هاضمه و نفخ و باد در شکم تولید میکنه. به می خاطر است که ما برای مریض توصیه میکنیم که تبلت شکر یا گلوکوفاژ یا متفورمین در وسط غذا بگیر. تا پولیزو یک سلسله دواهایی که به خاطر کنترل انیمیا یا کمخونی استفاده میشه و در ترکیب خود آیرن می داشته باشه، سپلمنت های مختلفی که در ترکیب خود کلسیم این مسائل داره، اینا ممکن است پیش مریض سوی هاضمه را به وجود بیاره. دواهایی که به خاطر یک سلسله مشکلات عصبی استفاده میشه، مثلا دواهایی که به خاطر رفع اضطراب، دواهای خواب آور به خصوص برومازیپم، دواهایی که به خاطر تداوی دپرشن استفاده میشه، مثل خاندان اس ان آر آی که دیگه به طور مثال فلوگزیتین، پاروگزیتین، سیتالوپرین، سیتالوپرام، سیتالوپرام به طور مثال سیترالین، دزنش دواگزیتین، وینال فاکسین، تمام از این دواها به خاطر تداوی دپرشن استفاده میشه و حداقل به طور مثال تداوی دپرشن به مدت به طور مثال 6 هفته تا 6 ماه است. طبیعیه که مریض به مدت طولانی را میگیره، ببینید که به طور مثال دپرشن یا افسردگی مریض جور
میشه ولی ناراحتی سیستم هاضمه پیش مریض میمونه. دواهای دیگه که به خاطر تسکین درد استفاده میشه به خصوص دواهای مثل آسپرین، خاندان یعنی سی دی دیگه دواهایش مثل میلوگزیکام، پایروگزیکام، میفینامیکاسید، بورفین، دکلوفیناک اینا همه. ده پولی از دواهایی که به طور مثال به خاطر تسکین درد استفاده میشه ولی غیر استروئید است، مثلا اوپیتام، مشتقات تریاک، اینا همش در سیر خود ممکن است در نزد مریض یک سری ناراحتی ها را در سیستم هاضمه و دردها را در قسمت بالایی شکم به وجود بیاره. در پولی غذا، در پولی دوا یک سلسله حالات وجود داره که بر مریض با نوخلیل اندوسکوپی میکنیم هیچ گپ نیست. بر مریض به طور مثال سایر تست هایی که به خاطر تثبیت مشکلات سیستم هاضمه اجرا میشه هیچ مشکل اصلا ما پیش پیدا کرده نمیتونیم، ولی مریض باز هم سوی هاضمه می داشته باشه که به نام فانکشنال دیسپپسیا میگن یا سوی هاضمه وظیفوی. چرا؟ احشایی که به طور مثال در پروسه هضم و جذب رو داره این عضلات نرمال حساسیت بیشتر می داشته باشن، و یکی که به طور مثال تخلیه میده در نزد یک فرد به طور مثال به تاخیر مواجه می باشه، و یکی که در نزد یک فرد یک سری اختلالات روانی مثل استراب، مثل افسردگی، مثل اختلالات کانورشن، مثل سوماتوفورم یا سایر تشوشات روحی موجوده. مریض قناعت ساشل نمیشه و همیشه تشویش می داشته باشه که مبادا دیگه ما کدام مشکل و کدام سرطانی که پاویا موجود باشه در سایر یک سری حالات روحی و روانی ممکن است سوی هاضمه در نزد یک مریض تحسس کنه. موضوع اچ پایلوری بانو خلیلی هیچ گاز نظر خود با تمام کسایی که بیننده برنامه است از نظر دور نمونن، به خاطر که اچ پایلوری ولو که باعث ایجاد زخم شوه و یا که بتام سال زخم ایجاد نکنه ممکن است باعث ایجاد سوی هاضمه یا دیسپپسیا در نزد یک فرد شوه. در پولی اچ پایلوری دوا، در پولی غذا و در پولی سایر فاکتورها هر آفتی که در پانکراس موجود بود به خصوص اگر در پانکراس سرطان موجود بود و یا که به شکل مزمن پانکراس التهابی بود یا یا که پیش مریض کرونیک پانکراتایتیس موجود بود، این ممکن است سوی هاضمه را در نزد یک فرد به وجود بیاره. هر که در قسمت کیسه صفرا موجود باشه به خصوص به طور مثال التهاب کیسه صفرا، سنگ های کیسه صفرا، اینا ممکن است التهابات و در صورتی که پیش کیسه صفرا موجود باشه ممکن است سوی هاضمه را در نزد مریض به وجود بیاره. و در پلی از هر آفتی که در داخل لومن باشه، لومن یعنی قسمت داخلی یک پایپ میگن، وقتی ما میگیم لومن سیستم هاضمه در حقیقت از دهن شروع میشه تا و مقعد ادامه پیدا میکنه، چون یک جوف بسته هست و بیرون راه نداره، به استثنای اینکه بدن در داخل ساختمان ها و بیرون به طور مثال اینا راه نمی داشته باشن، در لومن از اینا هر آفتی که موجود باشه مثلا چوره پیش مریض تحسس میکنن، چوره به طور مثال سلایدینگ هرنیا، رولینگ هرنیا در قسمت میری، میری به طور مثال میده از جایی که میری داخل شده یک دفعه به طرف صدر میآید، و یکی به طور مثال از قسمت های قبه حجاب عاجز یک فتق در صورت پیش مریض به وجود آمده باشه، باز میگه مریض میگه من چوره میده دارم، نماینه اندوسکوپی به سرانی برش تثبیت شده، هدفش از امی هست. در پولی از او به طور مثال کدام سرطان اگر در داخل سیستم هاضمه موجود باشه ممکن است سوی هاضمه را پیش یک مریض به وجود بیاره. در پولی از این فاکتورها بعض اوقات پیش افرادی که به طور مثال قرحات یا زخمای سیستم هاضمه موجود باشه و رفلکس رمیدیمیایی موجود باشه یا گرد، مرض گرد، ممکن است اینا در سیر امی مرضا پیش سوی هاضمه تحسس کرده باشه. یک سلسله امراض دیگه باید هیچ وقت با نخلی از نظر دور نمانه، مثلا مریضایی که شکر می داشته باشن پیش از اینا یک اختلاط شکر برات گاستروپاریز است. مریضایی که به طور مثال دیابت داره در پولی به طور مثال دیابت ممکن است از دلبدی، از کسالت، از به طور مثال از استفراغات، از ایصالات و حتی بعض اوقات از سیری زودرس شکایت داشته باشند و این دست در اساس شکر پیش از اینا تحسس کردن. مریضایی که پرکاری یا کم کاری قدی تایراید دارن ممکن است پیش از اینا بعض اوقات ایصالات، بعض اوقات قبضیت و ناراحتی ها در سیستم هاضمه تحسس کنند. اونایی که به صورت عموم ام آی را تیر کردن یا حملات قلبی را تیر کردن ممکن است به صورت عموم از سوی هاضمه شکایت داشته باشن. اونایی که پیشان آفات مزمن گرده موجود هست و بعض اوقات ممکن است سوی هاضمه در سیر پرگنسی یا حمل در نزد یک خانم تحسس کنند. یا خانم حامله را ببینین خصوصا در تریمستر بعد از دوم، یعنی بعد از دو ماه بعد از تریمستر دوم یا بعد از ماه 5 و 6 نگا پاویا، مریضا به صورت عموم از این شکایت می داشته می گند دکتری غذا را که میگیرم آرقم ترش میکنه، جگر سوز میشم و یه قسمتم درد احساس میکنم، به خاطر که به طور مثال سایز یوتراس کلان میشه، تخلیه سیستم هاضمه را به تاخیر میندازه، بالای اعضای بطنی فشار وارد میکنه و در نهایت سوی هاضمه ممکن است در نزد یک خانم حامله به وجود آمده باشه. پس وقتی که ما میگیم سوی هاضمه اینقدر عوامل باید پالیده شوه، در پولی اچ پایلوری یک سری آفات دیگه انتانی ممکن است سبب ایجاد سوی هاضمه در نزد یک مریض شوه، و من میفهمم که به طور مثال بر از ده گفته رئیسم به خاطر که تاپیک کلان است. آمیب ممکن است سوی هاضمه را در نزد یک مریض به وجود بیاره، جاردیا ممکن است سوی هاضمه را در نزد یک مریض به وجود بیاره، سالمونلا شگیلا، کرم ها ممکن است سوی هاضمه را در نزد یک مریض به وجود بیاره. باز بنابر این تو نمیشه که دیگه تمام علتایی که باعث سوی هاضمه در نزد مریض میشه فقط و فقط اچ پایلوری باشه، این مرضای دیگه به طور مثال چی کنه مولی پست کنه، یعنی امراض دیگه هم که مثلا مدامی که گفتم بله. حداقل 50 مرض خوب بیان کردم، در پلی از 50 مرض یگان مرض نادر بودم هم وجود داره. دقیقاً اگه ما را به طور مثال فرصت و مجال برای مساعد بسازین سندرمای سوی جذب ممکن است باعث ایجاد سوی هاضمه در نزد
یک مریض شود. مریض یک سیل یک دیزیز داره. با مجرد که به طور مثال نان گندم میگیره یا به طور مثال یک غذای را در ترکیب خود که همین گلوتن داشته باشه، با مجرد که میگیره میبینی که به طور مثال سوی هاضمه پیش به وجود میاد. دایرکتر بیانامه ما ایران مونده که دکتر سیپچی آلند و یک مریض به طور مثال عدم تحمل شیر دارن، یک حالت به نام لاکتاز دفیشنسی میگه، شیر که با مجرد که میگیره مریض میبینی که ناراحتی سیستم هاضمه و اسهال پیش تحسس میکنه. بنابر این سوی هاضمه در نزد یک مریض ممکن است سایر امراض مختلف به وجود بیاید و وقتی که مریض سوی هاضمه یا دیسپپسیا شکایت می داشته باشه که گفت شکمم درد داره، قسمت بالای شکمم درد داره، تداومش بیشتر از یک ماه بود، کتیش دلبدی بود، استفراغ بود، مریض سالات می داشت، مریض به طور مثال سیری زودرس داشت، مریض به طور مثال آرقش توش میکرد در پالیه، به طور مثال به یک علت ما باید چندی این علت دیگر تحت نظر بانیم تا اینکه پالیده شود که علت اساسی که باعث ایجاد سوی هاضمه در نزد یک مریض میشه چی هست و به اساس علت و اندرلاین کاز پیش مریض اهتمامات تداوی گرفته شود. بله، خب دوستای عزیز در بخش دوم برنامه شما میتونید تماس بگیرید. شماره تماس برنامه هست 0779-127-127 و فعلا هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم.